سلام دوستان، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به گیم پلی هیروی مارس با هم صحبت بکنیم. بازی که میبینید باز هم یه مسابقه دیگه است و توی این تیم ها هر دو تیم از MMR ایمورتال 30 تا 300 پلیر هاشون دارن. مارس اینجا مید لینه. ما قبلا توی ویدئوی نحوه بازی این هیرو، نحوه لول گیری، آیتم گیری تو شرایط مختلف و داستان زندگی این هیرو رو بررسی کردیم و اینجا صرفا به گیم پلی بازی این هیرو میپردازیم. اول بازی با هم یه اسموک خیلی خوب زدن که تو MMR های زیر 4000 شما اگه همچین کاری بکنید معمولا یکی دو تا بعضی وقتا سه تا کیل میگیرید و سه تا چهار تا باونتی روم هم میگیرید. ولی خب چون این یه مسابقه خیلی حرفه‌ای تو سطح بالاست، تیم حریف همین رو انتظار داره و به محضی که اسموکشون شکسته میشه مارس بک میده که هم موقعیت باونتی هاشون رو چک کنه، احیانا اگه هیروهای حریفون ها هم اسموک زدن اومدن اینجا پیداشون کنه و مهمتر از اون میخواد بره جلوی تاور تیر 3 شون های گراندشون. چرا؟ به خاطر اینکه رولش تو این بازی یا پوزیشن 2 یا مید لین هست و میخواد اینجا کریپ ها رو بلاک بکنه تا برتری استراتژیکی داشته باشه، کریپ ها نزدیک به لاین خودش و های گراند خودش باشن. که حالا شما اگر نحوه بلاک کردن رو ندونید خیلی کار راحتیه. همین جوری که میبینید شما باید دائما سعی کنید جلوی کریپ ها رو بگیرید. حالا اگر خیلی ها دکمه استافشون هست که هیرو متوقف میشه، با اون هم میتونید کمک بگیرید برای اینکه اینها رو بلاک کنید. دائما هم تمرین میخواد. شما این کار رو نکنید هیچ وقت یاد نمیگیرید. همین که شروع کنید کم کم به بلاک کردن، بعد از چند ماه میبینید که خیلی راحت یاد گرفتید. لول 2ش رو گرفته بچه‌ها و عملکردش رو توی لاین دقت کنین اگر میخواید لاین خودتون رو برنده بشین. الکی لول نمیکشه اصلا. لول 2ش رو مخصوصا شما میبینید جوری میزنه که هم کریپ رنج حریف و لسیدش رو بگیره، هم هیروی حریف رو دمیج بزنه با یه تیر دو نشان. این چیزیه که شما به وفور میبینین مارس داره ازش استفاده میکنه. حالا هیروی حریف وقتی اگرو پول میده سعی میکنه باز هم جلو بره و حالا لول بعدی که میگه لول 1ه. این سبکی که داره میگه لول 1 و 2 میخواد پر کنه، سعی میکنه کریپ رنجشون رو دینای کنه ولی خب حالا موفق نمیشه. آیتم هایی هم که آورده یک کوالین بلید آورده واسه لسیدش، تانگو گرفته بود، دوتا آیرون برنج و از هر مهمتر اولین آیتم همین الان رفت باتل یا بوتلی گرفت که کوریرش داره براش میاره. قبل از اینکه واترها ظاهر بشه اولین واتر داره بوتلیشو میگیره. نگاه کنین از لول 1ش واسه پس زدن هیروی به اصطلاح وید اسپید استفاده میکنه که ببرتش رو به عقب، به خصوص وقتی که میخواد لاستیک بده، وقتی که میخواد دینای بکنه اون رو به عقب هول میده. احیانا به درختی، چیزی، تاوری، صخره، چیزی هم بتونه میخکوبش میکنه که اسلام بشه تا با خیال راحت فرصت بیشتری داشته باشه که دینای و لاستیک بده. نگاه کنین دوباره باز همون رو میفرسته عقب و بتونه یه دینای دیگه و یه لسیت دیگه. دوباره از لول 2 استفاده میکنه واسه لسیت کیپ رنج همزمان اتک دادن هیروی حریف. خیلی از پلیرهای مارس به خصوص اونهایی که تازه این هیرو برنامه اندم لول ها رو همینجوری میزنن تو کیپ و یونیت و هیروی حریف، ولی میبینین اینجا داره دائما با یه تیر دو نشان میزنه. باز نگاه کنین لول 1 زد، هیروی حریف رو دمیج داد، رو به عقب پلش داد، یه دینای هم زد، بازم یه تیر دو نشان. و حالا میبینی احتیاج نداره که واتر خودش رو حتی تو بطریش یوز بده تا خونش و اینها یه مقداری کم بشه، مانش کم بشه تا واترش رو هم به موقع یوز بده. واترش رو میزنه، ماناش پر میشه، سعی میکنه وقتی هیروی حریف اگرو پول میده اگر دستش رسید، اوورکامیت نمیکنه، زیادی نمیره زیر تابر حریف، اگر دستش رسید اون کریپ رو دینای هم بکنه. بازم میبینه میخواد با لول 2 کریپ رنج و هیروی حریف رو بزنه. چون فیسلس وود متوجه شده، ببخشید وید اسپریت متوجه شده، این کار رو انجام نداد. حالا که دقیقه 3 رسیده و باونتی رون ها گولد ها میاد،
یه گل حریف رو برمی‌داره. این یه کاریه که تو MMR های زیر 4000 خیلی میتونه کمکتون کنه. البته اینجا هم وایسپید رفته که گلد مارس رو برداره ها. این جدیدن تو MMR های بالا مسابقات خیلی مد شده که هر کی جای گلد خودش اصلا میره گلد اون یک رو برمی‌داره. ولی تو اوریش پاپ به خصوص MMR زیر 4000 شما این کار رو انجام بدید خیلی عالیه، چون معمولا مید لینر حریف اینجوری اون هم همزمان و خیلی به موقع نمیره سر گلد لاین شما. یا اگه از ساپورتتون بخواین، ساف ساپورتتون یا آف لینرتون بخواین که گلد رو برداره، باونتی روین رو برداره، شما هر دو باونتی روین رو میتونین هر 3 دقیقه بگیرید. نگاه کنین با این استراتژی که توی لاین مارس وایستاده بود، لستید دینای هایی که داد و استفاده درست و به موقع از لیول هاش، میبینین الان سی اسش 21.9 21 لستید 9 تا دینای، که در حالی که هیروی حریف 15.2 تقریبا نصفشه، تقریبا که نه دقیقا نصفشه، خیلی بده دیگه. لاین واسه فیس وید سپریت خیلی بد شده، علنا مارس لاینش رو برده و میبینید باز هم داره همون استراتژی رو استفاده میکنه. شما مهم نیست آف لین هم باشین، به همین نفع اگر لول 1-2 مکس میکنین از لول هاتون استفاده کنین، میتونین ماکسیموم دینای و لست هیت رو بزنین، همزمان هیروهای حریف رو دمیج هم بدین. ببینید با وجود که خونه وید سپریت کم بود زیر تاور نمیره ها، الان اگه زیر تاور میرفت ممکن بود به راحتی کشته بشه و این لاین که تا الان جلو افتاده عقب بیفته. میدونه ماکسیموم تا کجا باید بره جلو، اکثر مواقع ترجیح میده که زیر رنج تاور نره، مگر اینکه بخواد یه کریپی از کریپ‌های خودش رو دینای بکنه. با همین 3-4 تا استراتژی ساده، کی از لول 2 استفاده کنید، کی از لول 1 استفاده کنید، تا چه حدی جلو برید و چه جوری روی هیروی حریف لاینتون فشار بیارید، شما میتونید هر لاینی هر بازی تقریبا با مارس لاینتون رو ببرید. حالا دقت کنین، دارین به 6 دقیقه نزدیک میشیم، هم شما سر دقیقه میتونین کمپ ها رو استک کنین، هم الان 6 دقیقه دقیقه زوجه که روینای رودخونه میاد، هم 6 دقیقه ضریب 3 باونتی روین های به اصطلاح جنگل هم ظاهر میشه. خب این هم استک کرد هم روینو برداش. اینجا رو دقت کنین بچه ها، اولین درگیری که مارس میره هیست برمیداره، شما به عنوان مید لینر هر موقع هیست داشتین سعی کنین درگیری برید. دقت کنین واسه اینکه لول 1 بزنه اومد جلوی هیروی حریف، با لول 1 اون رو به عقب هول نداد فرار کنه، از جلو اومد اون رو سمت یارای خودش هول داد و همینطور کوبیدش به درخت و دیوار رو میخکوبش هم کرد، استانش هم تونست بکنه. به عنوان مید لینر کلا تو لاین خودش بود، به محض اینکه هیست گرفت یه جوین داد. حالا شما میتونید توی لاین ها جوین بدید، ولی چون درگیری یه جایی بود نزدیکتر از لاین حریف، خودش رو به اونجا رسوند و کیل گرفت. حالا اینجا که هم تیمیاش تاور بالا رو انداختن و بهش جوین دادن، شروع میکنه فشار آوردن به تاور مید لین حریف برای اینکه تاور مید حریف رو بندازن، و از اونجایی که تاید هم یه پوزیشن خیلی خوبی گرفته، میبینید هیروهای حریف نمیتونن بیان جلو، جرئت نمیکنن بیان جلو و به راحتی اینها میتونن تاور رو بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد بندازن. حالا تاورش افتاد، درگیر رو متوجه میشه کجا، سعی میکنه به هم تیمیاش کمک کنه. حالا با لول 1 و 6ش اینجا یه 6 میزنه، با لول 1ش دو نفر رو دمیج میده و تانک حریف رو میخکوب میکنه و میکشه. و حالا کم بوده بود اینجا وید اسپیک رو هم میدینر حریف رو باز هم بکشن. دقت کنید که بازم اوورکامیت نمی کنن، چیس بی خودی نمی کنن، الکی زیر تاور حریف تو این شرایطی که هیلشون کمه ماناشون کمه نرفتن که بازی ترو نشه، این بازی که جلو هستن رو عقب نیفتن. اینا همه نکات خیلی مهمیه، اینا باعث میشه که نتورسه میبینین هر سه تا پوزیشن 1-2-3شون الان با اختلاف خیلی زیاد، با اختلاف 2K هر کدوم، ماکسیموم 6K از تیم حریف جلو میان عقب، اسموکشون رو میزنن. حالا که اسموک میزنن میرن دوباره واسه یه کیل گرفتن. و دقت کنین که اینجا چقدر لول 1 قشنگی مارس میزنه، پوزیشن هیروی حریف رو میدونه کجاست، میخکوبش میکنه به درخت
و باعث میشه که تیمش یک کیل قشنگ بگیرن. اولین صحنه ای که شما جاگرنات رو میبینی با این مدل بازی کردن و فشاری که دارن میارن، یه اسپیس فوق العاده هم برای جاگرنات فراهم کردن که به عنوان پوزیشن یک فارم خیلی خوبی داره میکنه. نتیجهش رو جلوتر تیمشون میدیدن. ببینیم بازی که جلو هستن نمیرن جنگل خودشون، مثلثی خودشون فارم کنن، برای اینکه فشار رو روی تیم حریف همچنان بیارید، میرن مثلثی حریف، استک حریف رو میزنن، جنگل حریف رو میزنن که فارم های اونا رو بگیرن. اگر اینا و هر کدوم لاین خودشون رو تاور یک کوین داختن برگردن جنگل خودشون، خود تیم حریف هم کاملا جنگل مثلثی رو داره، فارم میکنه و ممکنه کامبک بزنه. دقت کنین که بعد از اینکه وید اسپید یه اورکامیت کرد، بیش از حد اومد جلو، چقدر قشنگ از کمبوی لول 6 1 و 2ش استفاده کرد اون رو بکشه. تاورا رو چک میکنه ببینه کجا باید بره، احتمالاً درگیری بده. جاگرنات رو بالا میبینه و سنتور بارانر رو پایین. دقت کنین با آیتم بعدی که آورده یوسفته، سنتور بارانر رو باز هم رو به عقب پول میده و به دیواره های لول 6ش میکوبه و استانش میکنه، گیرش میندازن. 6ش الان هم بی‌تاثیر میشه، یارهاش دور هستن، نمیتونن برسن. یه کیل راحته دیگه، هم تاور رو دفاع داد هم کیل گرفتن. حالا متوجه میشه هم تیمیاش رفتن روشان رو بزنن، خودش رو سعی میکنه به اونجا برسونه که هم کمک بکنه، هم یه جورایی گاهن شما میبینین خارج از گودال روشان میشه، چون دقیقه 18 است، روین رودخونه اومده، همونو چک میکنه، هم چک میکنه که بیرون کسی بهشون حمله نکنه. ضمن اینکه پوزیشن دو تا از ویدای حریف توی نقشه داره، یکشون تاور پایین رو انداخته، ایشونه زیر تاور خودش وسط بود، خیالشون راحت هستش. بعد از اینکه ایجیس رو میگیرن سریعا یه اسموک میزنن که بتونن یه کیل راحت بگیرن. و حالا یول سپتری که آورده مخصوص وید اسپیریت که فرار نکنه، دیدید شما اونو میده بالا لول 1 6 و 2، به راحتی میدینر حریف رو کشتید. دقت کنین حالا این اسپیس هایی که همه واسه جاگرنات فراهم کرده بودن، میبینین جاگرنات با چه اختلاف زیادی نتورسش بالا رفته، گلدش جلو رفته. و خب آیتم بعدی هم که مارس میزنه بیلینکه که بتونه از پشت بپره و هیروهای حریف رو غافلگیر کنه. ببینین الان به جای اینکه تاور پوش بده بک داد، چون دید هیروهای حریف نیومدن از تاورشون دفاع کنن، نیومدن از میدلینشون دفاع کنن، تشخیص داد که احتمالاً اینا رفتن توی جنگل خودشون دارن فارم میکنن و به درستی هم تشخیص داده بود. دبلیو کی رو پیدا میکنن، پوزیشن یک تیم حریف رو پیدا میکنن و با جوین دادن هم تیمیاش بعد از اینکه مارسون رو پیدا کرده بود به راحتی اون رو میکشن. یه اسموک میزنن که البته مارس اتک میده به اشتباه، اسموک رو میشکنه، ولی باز تایم بندی خیلی خوبی واسه اسموک زدن بود. حالا دوباره با اسموک سعی میکنن برن جلو. ضمن اینکه جاگرنات با این اختلاف نتورس و آیتم و ایجیز تمام این مدت تکی جلو وایستده بود و کسی نمیتونست آنچنان فشاری روش بیاره. تایت هم هواش رو داشت. خب دقت کنید، پوزیشنش رو دقت کنید، این پشتا میچرخه که از پشت غافلگیرش نکنن و بازم درست تشخیص داده بود. تیم حریف سعی میکرد از پشت بیاد، این باعث میشد که اسنپ فایر تیم حریف رو هم بگیرن و بکشن، در حالی که جاگرنات و تایت هم دارن کار خودشون رو انجام میدن. بازم این پشتا میچرخه که یه وقتی معریف اسموک نزنه، از پشت غافلگیرشون نکنه. لینا و اینچنترس رو که خیلی راحت و اسکوشی هستن راحت کشته میشن، از پشت غافلگیر نکنه. ضمن اینکه بیلینک داره، مثل الان میتونه بیلینک کنه، اگر فرانت لاینشون خط مقدم و جلو درگیری بشه سریع بپره خودش رو به جلو برسونه یا به هر جای دیگه برسونه، به همتیمیاش کمک بکنه. آیتم بعدی هم که بچه ها داریم به بیلینکش رو میخواد به اوورولی بیلینک تبدیل بکنه که یه مدار تانکی تر هم بشه. خب دقت کنید، میره پایین منتظر یه کسی اوورکامیت کنه مثل الان بیاد جلو، تانک حریف میاد، ولی باز هم میبینید روش جامپ میزنه و با استفاده به موقع از لیول هاش، مخصوصا لیول 6، میبینید که گیرش میندازه، میکشنش و وید اسپیریت هم مجبور میشه که اوورکامیت کنه، بیش از حد میاد جلو. یول سپتر باعث میشه خودشو سیو بده، بعد از اون با استان کردن و یه لول 2 زدن میبینیم وقتی وید اسپیریت اوت آف پوزیشن بود، گریدی شده بود، حریص شده بود برای گرفتن یکی، میبینیم چجوری تنبیهش میکنن و میکشنش.
وسط رو که میگا کردن، حالا 5-3 با خیال راحت میان های گراند حریف، ضمن اینکه هنوز هم ایجیس دارن روی جاگرنات، پاورشون رو به راحتی میندازن، رکس ها رو میندازن و با کیل هایی که جلوتر میگیرن باعث میشه که الان هم بازی تموم بشه. دم چشمه هیروهای حریف رو میکشن، دیگه الان چیس کردن و ریسکی بازی کردن با این اختلافش مشکلی نداره و با این کیلای دم چشمه تیم حریف جی جی میزنه و بازی تموم میشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم و با هیروهای مارس به راحتی بین برید و امیدوار خودتون رو بالا بیارید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار همگی.